با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان برنامه خبری تحلیلی امشب را کماکان تحت عنوان صفحه یک میگوشه با مروری بر آخرین خبرها و نظرها برگرفته از رسانه های مختلف خبری خاصه اهم مطالب منتشره در روزنامه های امروز ایران در ایران فردا نخست نگاهی کوتاه هم داشت بر سرخط خبرها و سپس باز میگردیم به آخرین تحلیل ها و تفسیر ها در روزنامه ها نزاع کلامی در مناظره انتخاباتی آمریکا میان ترامپ و کلینتون با تهدید ترامپ به حبس کردن هیلاری کلینتون کماکان موجی از جدال ها حول بازی فوتبال در روز تاسوعا یعنی فردا با تهدید آشکار گروه شبه نظامی موسوم به انصار حزب الله وابسته به نهاد رهبری مبنی بر بازی بی‌حادثه نخواهد بود سوریه و نورد های تن به تن و مسلحان میان ارتش بشار و نیروهای مخالف مسلح و در عرصه مطبوعات ایران بیشین مردان دولت و حاکمیت با تصویری گریان و ما تمزده منتشر شدند که به خاطر واقعی تاریخی موسوم به تاسوع آشورا اندوهگین بودند تصاویری از حسن روحانی و ظریف و برخی دیگر از مردان دولت نماد و نشان مشارکت دولت مردان جمهوری اسلامی در آینهای سوگواری امام سوم شیعیان بود که نشان از هرچه حاکمیتی تر شدن این آین سنتی است موجی از جدل‌ها حول بازی فوتبال ایران و کره در روز تاسوعا همچنین عقب نشینی مکرر وزیر فرهنگ دولت روحانی در پی فشارهای فزاینده لایه های افراطی نظام با تازهترین استعفای مدیر کل فرهنگ و ارشاد شهرستان قوم به احترام فقهای قوم نشین اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 19 ماه مهر ایرانی برابر با دهم اکتبر سال 2016 میلادی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه نگاهی خواهم داشت به مروری بر چند خبر کوتاه که در صدر رسانه های داخلی و خارجی جای داشت دومین مناظره انتخاباتی دو نامزد راه یافته و اصلی دو حزب جمهوری و دموکرات بر صدر تمامی رسانه های جهان جای گرفت مناظره ای پرتنش که حتی با تهدید ترامپ به زندانی کردن کلینتون در صورت پیروزی ختم شد. دومی مناظره هیلاری کلینتون و ترامپ دو نامزد اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه یک شنبه در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس در ایالت میسوری برگزار شده بود ترامپ در این مناظره تهدید کرد در صورت پیروزی در انتخابات آمریکا کلینتون رو به دلیل نحوه استفاده از سرور و ایمیل شخصی در دوران وزارت خارجش به زندان خواهد انداخت. مناظره دوم در سایه نوار ویدئویی جنجالی نیز قرار گرفت که دو روز پیش از این مناظره منتشر شده بود. در این نوار ویدئویی همان که بیشین شما بینندگان آگاهید، ترامپ از الفاظی رکیک در مورد زنان استفاده کرده و همچنین از تلاش ناموفق خود برای رابطه جنسی با یک زن متعهل پرده برداشت. این نوار متعلق به سال 2005 بود که همینک منتشر شد. رسانه‌های آمریکایی از این مناظره به عنوان یکی از پرتنشترین مناظره در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز یاد کردند نخستین پرسش این مناظره درباره انتشار این نوار جنجالی بود ترامپ نامزد جمهوریخواه آمریکا در پاسخ به این پرسش گفت که آنچه در نوار آمده گفتگوی خصوصی در رختکن بوده من از خانواده و مردم آمریکا عذرخواهی کردم ولی ما اکنون با مشکلات بیشتری چون داعش روبرو هستیم مجری بار دیگر از دونالد ترامپ پرسید که آیا شما زنی را بدون رضایت بوسیده اید یا دستمالی کردید که ترامپ در پاسخش گفت آنچه در این نوار منتشر شده مایه افتخار من نیست و من شرم سارم از این حرفها من این کار رو نکردم آنچه در این نوار هست فقط حرف خالی است کلینتون در پاسخ به این اظهارات ترامپ گفت که ترامپ مدعی است که نوار ویدئو بیانگر شخصیت او نیست اما بر اساس آنچه که ما تا کنون از او نسبت به زنها دیده ایم نشان میدهد این ترامپ واقعی است با این حال دونالد ترامپ با قطع کردن حرفهای کلینتون گفت که اینها فقط حرف است ترامپ به سوابق بیل کلینتون و اتهاماتی که در خصوص آزار جنسی علیه او وجود دارد اشاره کرد و گفت که هیچ فردی همانند بیل کلینتون علیه زنان در آمریکا عمل نکرده است در همین مضمون و زمینه و موضوع روزنامه های تهران نیز به مناظره دو نامزد آمریکا واکنش های گسترده ای نشان داده بودند خاصه دونالد ترامپ و رفتارهایش از چشم روزنامه‌نگاران ایرانی مقیم تهران دور نمان در این میان روزنامه جهان صنعت در یادداشتی در ستون نگاه نخست با عنوان زن ستیزی نامزد جمهوری خواهان در این نوشتار اشاره کرد که در آستانه برگزاری دومین مناظره زنده تلویزیونی دو نامزد اصلی انتخابات آمریکا انتشار فیلم ترامپ همانند یک بمب خبری جنجال گسترده برپا کرد جدا از اهدافی که در پشت انتشار این فیلم وجود داشت و شاید بتوان آن را نوعی تاکتیک برای غلبه بر حریف در کارزار رقابت های انتخاباتی نیز تلقی کرد این فیلم بخشی از روی ها و نکرش های ترامپ نسبت به زنان و نگرش ضد فمینیستی ایشان رو به نمایش گذاشت از منظر این مدرس علوم سیاسی و نویسنده اساسا این نگرش با توجه به صحت گزارش فیلم زنگ خطر رو برای آمریکا به صدا در آورد و جامعه آمریکا با یست از هر فرصتی استفاده کند تا عناصر زن ستیزی چون ترامپ نتوانند ساکان هدایت کشوری را بر عهده گیرند که از پیشگامان جنبش زنان در تاریخ جنبش فمینیستی بوده است در ادامه برنامه از جمله رویدادهایی که هم در روزنامه های اصلی کشور با داشت هم در سایر منابع خبری منتشر شده بود همانا شناسایی خاوری از سوی پلیس کانادا است البته خانش های مختلفی از این رویداد انتشار یافت حذف نام خاوری از پایگاه اینترنتی اینترپول یا پلیس بین موجب نگرانی های شده بود که احتمالا اصل تعقیب تعقیب این متهم میلیاردی اهد احمدی نجات منتفی شود اما سخنگوی نیروی انتظامی ایران با تایید حذف نام مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران از پورتال عمومی اینترپول علت این موضوع را شناسایی محل اقامت محمود رضا خاوری عنوان کرد و تاکید کرد که همچنان تعقیب بودنش پا بر جاست محمود رضا خاوری مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران از متهمان پرونده مشهور به فساد 3000 میلیارد تومانی است که 5 سال پیش در مهر سال 90 پس از افشای این پرونده از ایران نزد خانوادش به کانادا گریخت و تلاش ایران برای استردادش تا کنونیز بی‌نتیجه ماند است. ایشان از زمان گریختن از ایران در فهرست اعلان قرمز اینترپول بود اما دیروز یک شنبه خبرگزاری ایلنا در گزارش اشاره کرد که پایگاه اطلاع رسانی اینترپول نام او را از فهرست تحت تعقیب خود حذف کرده است در واکنش به این گزارش سعید منتظر المهدی سخنگوی نیروی انتظامی به خبرگزاری تسنیم گفت که اصولا متهمانی که تحت تعقیب بوده و محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان اینترپول برای آنها اعلان قرمز صادر می شود و همچنین مشخصات آنها بر روی پورتال عمومی سازمان اینترپول ثبت می شود اما به محض اینکه محل اقامتشان مشخص و بین پلیس اینترپل دو کشور ارتباط برقرار شود به طور خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی برداشته می شود برنامه رو با گزیده های از روزنامه های امروز دوشنبه پی می گیرم. تمامی روزنامه های امروز با لوگاه های سیاه برای دو روز مهم آین تشیع موسوم به تاسوعا و آشورا منتشر شده بودند و در واقع به استقبال این دو روز سوگواری شتافتند از نوشته های منتشر حول مناسک تاسعا و آین آشورا مطالب سیاسی و مجادرات همیشگی نیز در سرستون سرمقاله ها بسیار به چشم میخورد از جمله روزنامه آرمان نزدیک مردان هاشمی از دور جدید حمله به مهدی هاشمی فرزند محبوس این فقیه مقهور نظام فقها ها پرده های تازه کنار زد این روزنامه از جمله در گفتگویی که با محسن هاشمی برادر مهدی هاشمی داشت گفت که صحبت های زاکانی ناروا و ناجوان مردانه هست این گزارش که به عنوان شلیک به مهدی هاشمی بدون فشنگ منتشر شده بود به نقل از علیزاده طباطبایی وکیل خانوادگیشان نوشت که حق پیگیری قانونی رو نیز محفوظ می‌داریم اما حواشی ماه محرم و هزینه های بی حد و رو حد رفت انرژی در دهه نخست محرم در سراسر سر ایران نیز موضوع نقد ها و تحلیل های بسیاری از رسانه ها بود از جمله اشاره شد که هزینه نظری در دهه اول ماه محرم دو برابر بودجه کل سازمان بهزیستی کشور است که اشاره تأکیدی داشت به لزوم سازماندهی کردن هزینه های مصروفه در راستای بهینه‌سازی سرمایه‌های اجتماعی در کشور ادامه می دهم. اما استعفا یکی از مدیران فرهنگ و ارشاد دولت روحانی در پی فشارهای فزاینده لایه های افراطی جمهوری اسلامی خاصه با مخالف خانی های, های در قوم و مشهد و عقب نشینی های مکرر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد ایران مورد نقد روزنامه های بسیاری در دو طیف تف... نه به طور مشخص طیف دولتیان واقع شده بود در این میان روزنامه اعتماد در نوشتاری با عنوان استعفا به احترام علما که تعمی از نیز به مشام خواننده می آمد که مثلا اگر مدیری هم در جمهوری اسلامی استعفایی میدهد آن هم برای فاقه هاست و به زبان آنان علما و نه مردم به این موضوع نگاهی مشکافانه داشت بابک احمدی نویسنده این گزارش تحلیلی اشاره کرد که علی جنتی باز هم ترجیح داد که عقب نشینی کند این بار در مقابل استعفای مدیر کل ارشاد قوم بعد از اعتراض هایی که صورت گرفت بدون هیچ دفاعی این استعفا را پذیرفت ستون نویس و گزارشگر روزنامه اعتماد نوشته بود که رقبای سیاسی روحانی که در کارزار انتخابات حریف حقوقدان میدان نشدند نوک پیکان توبخانه مبارزه منفی رو به همان سمتی هدف گرفتند که قبلا و در دهه هفتاد جواب داده بود یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همان زمان خاتمی نیز وزیر فرهنگ بود و استعفا داد گویا نتوانستن اسم خاتمی رو بیاورند وزارت خانه که هرگاه یک جریان خاص در بازی سیاست شکست میخورد برای انتقام به سراغش میرود بابک احمدی در پایان نوشتار تحلیلی این گونه نتیجه گرفت که اعتراض قوم نیز بعد از مشهد به عقب نشینی مجدد وزیر فرهنگ و ارشاد منجر شد حال بایستی دید رئیس جمهوری با مورد جدید چطور مواجه می شود آیا هواشی همین عقب نشینی است که به گمان زنی برکناری وزیر ارشاد دامن زده است لازم به توضیح است که پیشتر حسن روحانی از عقب نشینی های وزیر فرهنگ و ارشاد نیز گلایه هایی داشت ادامه میده هم با دیگر مطالب منتخب در برنامه امشب تماس از سان فرانسیسکو عنوان گزارش خبری روزنامه ابتکار بود که به موضوعی پرداخت که کمتر در سایر رسانه ها منعکس کردید روزنامه ابتکار در این گزارش از آنتندهی خطوط آمریکایی در نتیجه توافق خط شبکه رایتل ایران و ای در ایران استقبال کرد و اشاره نمود که اتفاق اگر بزرگ باشد یا انتظارش را نداشته باشید حرف و حدیث هم شنیدنی می شود گزارشگر روزنامه ابتکار با اشاره به مخالفت خانی های مستمر گروه های تونروی نزدیک به رهبری ایران با بهبود روابط ایرانیان در عرصه جهانی این گونه اشاره کرد که هنوز لبخند برداشته شدن محدودیت های معامله با دلار را بر لب داشتیم که خبر آنتندهی اپراتورهای آمریکا در ایران از راه رسید خبری که شاید در نگاه اول اهمیتی زیادی نداشته باشد اما به همراه خبر عدم محدودیت معادلات دلاری ایران می تواند نوید بخش ورود کارت های اعتباری بین المللی به ایران باشد روزنامه ابتکار به نقل از خبرگزاری های داخلی نوشت که این یکی از توافقاتی است که حسن روحانی پیشتر برای استقبال از تجار غربی و پایان انزوای ایران قول آن را داده بود و در نهایت عملیاتی شد گزارشگر یا گزارشگران ابتکار در پایان یادآور شدند که هنوز احتمال مخالفت های اصولگرایان با این ترتیبات وجود دارد اما بازگشایی خدمات تلفن همراه بی خبر شگفت برای ایرانی ها به ویژه دو میلیون ایرانی ساکن آمریکا خواهد بود که دائما بین این دو کشور در سفر هستند و اما ورزش و سیاست و مذهب در ایران همچنان مایه تحلیل ها و تفسیرهای های بیشمار بود در حالی که دبیر کل ارگان شبه نظامیان انصار حزب که روزی با آتش افروزی و سفارت سوزی خسران های سنگین به منافع ملی ایرانیان در عرصه روابط بین به خاص منطقه ایجاد کردند این بار صریحا در پیش بینی هشداریشان گفتند که این مسابقه بدون حادثه برگزار نخواهد شد در همین حال رئیس سازمان بسیج ورزشکاران نیز از نامه این سازمان به فدراسیون فوتبال برای عدم پخش همزمان این بازی از تلویزیون خبر داده است در این راستا روزنامه شرق در یکی از گزارش‌های تحلیلی شماره امروز نیز به این موضوع پرداخته بود تحت عنوان حرمت آشورا و مسابقه فوتبال در واقع عنوان یادداشتی بود که توسط شخصی معمم و روحانی که از ایشان به عنوان پژوهشگر دینی یاد شد تحریر گردید و بر وجه اسلام رحمانی و شادی گستری در آین تشیع تاکید داشت این پژوهشگر دینی که در روزنامه شر مقاله خود منتشر کرده بود معتقد بود که کمترین وظیفه عالمان شیعه مقابله و برخورد جدی با فرهنگ تحریف در هدف قیام امام حسین است آنها با گستی به زمه و این گونه جدیت رو که درباره مسابقه فوتبال دیدیم در جلوگیری از بیان سخنان تحریف گونه از سوی برخی واعظان و مداهان نیز به کار گیرند که در واقع با جسارتی خاص و هوشمندی خود به استانداردهای دوگانه صاحبان قدرت و کاست فقها در مسائل مختلف اشاره کرد و انتقاد داشت در همین راستای ورزش روزنامه آرمان نیز در یکی از یادداشت‌های تحلیلی شماره امروز به شیوه های روحی بخشی در دو کشور صاحب مسابقه اشاره کرد و بدون ذکر نام فقیهان تندخوی ضد شادی به جو هیجانی کره ها پرداخت امیر حاج در آرمان با اشاره به اینکه تیم کشورمان فردا در دیدار حساس باید به مسافه کره جنوبی برود نوشته بود در این مسابقه چیزی که اهمیتی زیادی دارد جنبه روانی مسابقه است کره ها چهار روز مانده به مسابقه مصاحبه های علیه ایران کردن تا جو را به نفع خودشان تغییر دهند اما ما هم بایستی در این مورد خیشتندار باشیم و کاری نکنیم که فیفا و ای اف سی برای ما تصمیمات تنبیهی بگیرند از منظر ستونویس روزنامه آرمان این بازی یکی از سختترین بازی های ایران در راه جام جهانی است و یکی از گره های کوریست که در راه سعود به جام جهانی باید باز شود که البته منشه همه این فشارها و تنش ها در عرصه و مسیر و راستای این بازی همانا اظهارات تندوتیز برخی از فاقه های نزدیک به رهبری ایران بوده است کماکان بیننده برنامه شانگاهی صفحه یک هستید که با ترکیبی از خبرها و همینطور نظرها منتشر در مطبوعات ایران به آخرین رویدادها نگاهی تحلیلی خواهد داشت سعودی ستیزی در دهه نخست ماه محرم بیش از سایر ایام از دورخیز تازه‌ای برخوردار شد خاص رسانه های دست راستی و یا مصوم به ارزش مداری نزدیک به رهبر در این راستا بیش از پیش کشیدن از جمله روزنامه اسرار به نقل از وزیر دفاع ایران در اظهار نظری غیر دیپلماتیک اعلام داشت که حکام سعودی جنایتکار جنگی هستند که این گونه اظهارات از سوی مسئولین عالی رتبه و رسمی حوزه جنگ و دفاع می تواند حامل پیام های پرتنشتری باشد. همچنین روزنامه جمهوری اسلامی نیز از محکومیت گسترده ی جنایت جنگی اعتلاف سعودی در یمن نوشته بود. روزنامه دسترستی جامع جمع و بسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز موضوع اصلی سرمقاله و تحلیل شماره یک رو به همین مطلب اختصاص داده بود که در ادامه برنامه پس از رؤیت تیتر وطن امروز به اون خواهم پرداخت وطن امروز تمام نیم صفحه اصلی رو با انتشار تصویری از ویرانه جنگ در یمن با تیتری ایدئولوژی تحت عنوان کربلای یمن منتشر کرد و تلاش داشت که نظام پادشاهی عربستان سعودی رو در این ماجرا با حوسی های شورشی به طور غیر مستقیم به یزیدیان منصوب کند که تعبیری به تعبیری نفرت پراکم بود در دهه محرم حسین میرصادقی هم گونه که اشاره کرده بودن در روزنامه جامع جمع در سرمقال اصلی این روزنامه نوشته بود که تردیدی وجود ندارد که آنچه رژیم سعودی در یمن انجام میدهد عناوین مجرمانه متعدد دارد از یک سو جنایت علیه بشریت است و از سوی دیگر چون علیه پیروان یک مذهب یا نژاد خاص است نسل هم محسوب می شود نویسنده ی روزنامه جامعه جمع ارگان صدا و سیما با بررسی ابعاد حقوقی این موضوع نوشت که به دلیل احتمال وتو آمریکا امکان ارجای این پرونده به دادگاه کیفری بین المللی از شورای امنیت وجود ندارد و به این ترتیب مرتکبان این جنایات پاسخ در خوری در قبال اعمال خود دریافت نمی کنند روزنامه کیهان هم در گزارش اول خود با استفاده از واقعه یمن به روند انتقادی از حسن روحانی و مسئله برجام ادامه داده بود که از جمله نوشت که در واقع با لحنی پرسشی سوال کرد که آیا بهتر نبود همان گونه که به فاصله چند ساعت پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری برای کشته شدگان عملیات تروریستی فرانسه منتشر شد در این جنایت که بیش از 800 مسلمان بی‌دفاع کشته و زخمی شدن پیامی از سوی وی صادر می‌شد گزارشگر کیهان در ادامه با لحنی تنامیز خطاب روحانی نوشته بود که ظاهرا معیار صدور پیام تسلیت رنگ چشم و قاره محل سکونت است و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان رسید لازم به توضیح میبینم که اشاره کنم برای دو شب پیش یعنی فردا شنبه به مناسبت تاسوعا و چهارشنبه آشورا که روزنامه های تهران در تعطیلی هستند با دو ویژه برنامه تحت عنوان مدداهی و مداهان بازوهای ارتش تبلیغاتی نظام فقها همراه با کارشناس و مهمان ویژه در خدمتتان خواهم بود همینک ضمن خداحافظی از محضر شما خوبان از شما دعوت می کنم که بیننده ادامه برنامه های امشب از تلویزیون ایران فردا باشید تا آنگاه شانگاه خوش بدرود